با سلام، سری برنامه های دیگری از نام ها و یاد ها با شنیداری از کسانی که آنچه می گویند و روایت می کنند حوادث و اشخاصی است که ناظر در آن و ملاقات کننده با اونها بودن و امروز اینجا در فرهنگ سرای پویا که فرهنگ ایران رو در این دو دهه و بیشتر از دو دهه همواره مشاهده کرده است به همت عباس بختیاری دوست و همکار، برای اینکه خواهید دید هم فرهنگ سرای پویا و هم خود ایشان در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی فعال بوده است و شاید 6 برنامه اختصاص دادن به بخش‌هایی از فعالیت ایشان به تصدیق خود شما تعداد برنامه‌های کمی باشه. آقای بختیاری، خیلی ممنون از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید و در کنار شما به فعالیت‌های فرهنگی تاریخی حتی میتوانم بگویم، برای اینکه سالهاست شما چهارشنبه سوری رو برگزار کردید و بسیاری مسائلی که در این برنامه ها خواهیم دید. کمتر هنرمند بیرون از ایران و حتی داخل ایران رو میشناسم که سری به فرهنگ سرای پویا نزده باشه. در طول برنامه ها خواهیم دید. شاید اولین پرسش این باشد که عباس بختیاری متولد کجاست و تا جوانی و بگوییم سال 57 تغییر حکومت چه ها کرد؟ نخست باید عرض ادب بکنم، سلام و درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و همچنین یک قدردانی ویژه از شما که خواهش می‌کنم طی این 25 سال 26 سالی که از حیات این فرهنگسرا همینطور فعالیت‌های هنری من می‌گذرد یک حامی واقعی بودین وظیفه و عرض کنم خدمتتون که من زاده بندر شاپور هستم، از جنوبی ترین شهر ایران در خوزستان و از محله های فقرآلوده اونجا میام. اسم این محله چی است؟ من از ظلم‌آباد میام. از چرا گفتن ظلم‌آباد؟ به خاطر اینکه واقعا فقر بیداد میکرد. ما آب نداشتیم، دارو نداشتیم. من در همین محل مثل زخم تمام تصویرهای دوران کودکی تو قربت با تمام زیبایی‌هاش با من هست، برای اینکه من برادری داشتم به نام جمال که در اثر بیدارویی و نبود امکانات لازم خب درگذشت در کودکی. بعد خواهر دیگری داشتم به نام شهلا که در 6 ماهگی باز به خاطر همین نبود امکانات، چون ما واقعا توی فقر و توی خانه های چوبی که با جعبه میوه درست شده بود زندگی میکردیم. مدرسه داشتیم؟ مدرسه رو ما جای دیگه باید میرفتیم، باید از خط راهنی که میدونین دورترین نقطه در واقع ایران از خط راهن، همون شبکه که رضا شاه درست، بله رضا شاه بنیانگذار و مؤسسش بود، راهن سراسری ایران. خب خیلی خیلی تلخ بود و گفتن در این باره حتی بعد از 30 سال قربت و این همه سعادت و خوشبختی که امروز تو زندگی من هست، ولی هیچ کدوم مانع نشده که اون زخمایی که بر جان من هست جمع بشه. طبیعی. خب فقر مال ما نبود، فقر مال خیلی از آدمایی بود که در کنار ما بودن. چند نفر تونستن از اون ظلم‌آباد رهایی پیدا کنن؟ شاید بگم موفق ترینشون زنده یاد مهراب شارخی، فوتبالیست بله، کاپیتان تیم پرسپولیس و تیم ملی، کسی بود که از بندر شاپور و از این محله های فقرآلود نجات پیدا کرد. و خب الان همین چند روز گذشته خبری خوندم، یکی از دوستان بسیار نزدیک دوران کودکی من ابراهیم مرادی که در اثر بیکاری و فقر خودشو از پنکه خانه حلق‌آویز کرده و میشه فهمید که وقتی که آیندت سیاه میشه چقدر میتونه گذشته تو در زنده بودن تأثیر بذاره. امروز اگر این احساس خوب من دارم و فکر می‌کنم یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌ها هستم، خاطر که این روزهای سیاه و به اصطلاح دشوار و
پشت سر برگردیم به تحصیلتون. این دوران رو خوشبختانه همطور که میگید هم تحمل کردید، نمیگویم فراموش، ولی به دیروز شما متصله، نه به امروز و قطعا نه به فردا. ولی تحصیلاتتون چگونه گذشت؟ به هر حال من در جدول زندگی شما ترجیح دادم بدون اینکه تقسیم بندی خواست خودم رو انجام بدم، بخشی رو تا بگوییم تغییر حکومت، اونچه که میگوین انقلاب 1357، و شما با صداقت و صمیمیت گفتید که باورهای سیاسیتون در طول این سالها که خواهیم پرداخت چه ها بودید، چه ها کردید، کتاب سیانور شما که فعالیت سیاسی شماست. اما قبل از تغییر حکومت سال 57 شما دوران تحصیلیتون رو کجا گذروندید و چگونه به این همه باور فکری و فرهنگی رسیدید؟ عرض کنم خدمتتون که خب من هم حتی اون دورانی که میرفتیم مدرسه باید دیگه که مسیر طولانی رو طی می‌کردیم تا هر روز میومدیم، بله هر روز توی محله دیگه، و به یاد دارم که آموزگار من آقای خسروی همیشه از این که من چرا اینقدر اندوه با من هست با من صحبت میکرد و جواب خاصی براش نداشتم، برای اینکه یادم که خیلی نوجوان احساساتی بودم و گاهی اوقات بارها سوال میکرد، من این یک آدم لال بودم و فقط توی چشمایی نگاه میکردم و خب اون من درک میکرد. خیلی شما اون موقع همش که توی آلبوم عکساتون دیدم تو فعالیت‌های فرهنگی و تئاتر و سینما، بله میگم خدمت، همه اینا تو بندر شاپور بود؟ بله تمام اینا توی بندر شاپور بود، برای اینکه اینقدر تصویر کریه و زشتی داشت محله که ما بودیم که به هر حال خارجی‌ها میمدن عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، اینا با خودشون هم میکنن خارج از کشور، نمیتونست تصویر زیبایی از حکومت پهلوی بیرون بده و خب شاه هم دستور داد تا سربنده رو درست کردن که خونه‌های پیش ساخته سبک انگلیسی بود که ما رو منتقل کردن اونجا و جالبی که ما نمیخواستیم بریم چون فکر میکردیم که اگر بریم تو خونه‌های بهتری ممکنه این سید ماهی که داریم اینم از دست بدیم. به هر حال من ششم ابتدایی رو چون فقط یک دبستان اونجا وجود داشت پشت سر گذاشتم و بعد هر روز ما رو برای تا دیپلم مجبور بودیم هر روز با مینیبوس یا اتوبوس ما رو منتقل کنم بندر ماشر در دبیرستان محمد رضا شاه پهلوی این شهر و من بله دیپلمم اونجا گرفتم. انسان‌های پیرامونی من خیلی تاثیر مثبتی روی من گذاشتن. زنده‌یاد یدالله قریزاده، زنده‌یاد بیژن ملاح‌زاده. سیاسی شدن شما از اینجا سرچشمه می‌گرفت؟ آقای ملاح‌زاده خیلی روی من تاثیر داشت. آقای پرویز زاهدی که الان هستن نویسنده آموزگار من بود و خب شاهد دستگیریش بودم و اون موقع من خیلی افراد نمی‌شناختم ولی تو سن مثلا 14 15 سالگی من با اسامی آشنا شده بودم که بیانش برای من دشوار بود، مثل رژه دبره یا ارنستو چگوارا، اینا اسامی بودن سمبول شما سم. بله اینا بعد توضیح می‌خواستم که اینا کی هستن، یا اینکه فروغ فرخزاد در مورد اینها صحبت می‌شد، در مورد اینکه این فقری که گرفته باید یه جا باهاش جنگید، یه جا باید باهاش مبارزه کرد. ولی آقای بختیاری یکی از پرسش‌ها و کنجکاوی‌ها این است که چگونه شما از اون محیط بسته به گفته شما محصور در جعبه‌های چوبین رسیدید به تئاتر، به بهرام بیضایی، به اون چه که می‌دونیم؟ اون چیزی که الان تفاوت کیفی و ماهوی داره با گذشته من اینه که آقای شاهدی که یک نوجوان بسیار بسیار فعالی بودم، یعنی خواب رو نمی‌دونستم. چرا دیگران نبودن؟ تلاش من، خب به هر حال پدر من روی من خیلی اثر داشت، خیلی اثر داشت، یعنی صبح تا شب با من کار میکرد، میگفت حتی میگفت چرا اینقدر میخوابین، اگه زیاد میخوابین، میگفت بعدا میخوابین برای همیشه، الان وقت خوابیدن نیست، الان وقت تلاشه. و خب آدم های پیرامونی هم روی من خیلی اثر داشتن، کشیده شدم به دنیای تئاتر. ابتدا تو دبستان با تئاترای کمدی دکتر قلابی و یه سری کارهای اینجوری شروع کردیم، یه استعدادی رو در من کشف کردن. خب رفته رفته آموزش دیدم در کنار آدمایی که خب انسانای فهیمی بودن، شناخت داشتن،
پهلوان اکبر میمیرد بیضایی رو آوردن توی اون شهر و خب من سنی نداشتم، 15-16 ساله من توی این پهلوان شدی؟ بله توی این نه پهلوان نبودم، میدونم منظورم. بله نقش سیاه رو بازی میکردم، همینطور ریل دولت آبادی که کارگردانیش رو آقای بیژن ملازاده و موسا عجم کردن بودن و بعد اینقدر به من انرژی دادن که آقای شاهد بد نیست بدونین خب خانواده من امکان اینو نداشتن که منو بفرستن تهران، ولی بچه های محل مردم پول جمع کردن و تا ایستگاه راهن خرمشهر منو بردارد. باید اینجا برای بینندگان گفته باشم که باز به لطف و محبت شما مادری که از ایشان صحبت میکنید چندی پیش تشریف آوردن پاریس و نه تنها شما رو پرورش دادن بلکه شما به عنوان قدردانی این ادامه فعالیت رو دنبال کردید. تکرار سوال من هست، چون میدونم تا کجاها فعالیت سیاسی داشتید، آیا فکر میکنید ناراضی بودن شما از وضعیت زندگیتون شما رو سرکش ساخت، در اینی که سرکشی در شما تا اندازه بی‌معناست برای اینکه شما همیشه یک فرهیختگی دارید، چه شد که سیاسی شدید و دست به اسلحه بردید؟ خب آقای شاهد یک باری از اندوه نشسته بود به جان من و طبیعتاً انسان‌های پیرامونی میتونن شما را هدایت بکنن به یک مقصدی. خوشبختانه یا از خوش حادثه آدم‌های روشن و روشنفکری در کنار من بودن که غالباً یا اهل تئاتر و هنر سینما بودن یا اینکه معلم بودن، آموزگارای خوبی من داشتم تو زندگیم، حتی جای قدردانی داره از اونایی که تو تیمای فوتبالشون بازی میکردم. اینها همه به نوعی تو زندگی من تأثیر داشتن. مادر من یک نقش بسیار کلیدی داشته، پدر من این نقش بسیار بسیار پررنگی در زندگی من داشته تا امروز که به اینجا رسیدم. خب مادر من اخیراً آمده بودن اینجا. نمیدونم چرا ما همیشه باید از چیزای تلخ حرف بزنیم، شده هویت ما، شده فرهنگ ما. مادر من آمده بود اینجا، واقعا دیگه مادر من نبود، یک زن کوچولو آب شده بود و خب خیلی تلخه. شما ببینین 31-32 سال اینجا فقط دو بار موفق بشین مادرتون رو ببینین، کف فرودگاه نشسته بود و منتظرشون گریه میکرد وقتی منو دید نشست. یعنی اینقدر غریب بود این تصویر برای ما دوتا. خیلی وقت کمه ولی میخوام بهتون بگم اینقدر نقش بسیار پررنگی این پدر و مادر توی زندگی من داشتن که من وقتی رسیدم پاریس و ماها توی راه بودم، زندان دبی بودم و چه سختی های و اینا بهش خواهیم پرداخت حتما. و وقتی که دوستی تو فرودگاه لطف کرد تلفن رو گرفت که من با پدرم صحبت کردم و بعد هم در گذشت ماها بعد، این بود که وقتی متوجه شد من مثلا آمدم اینجا، توی تلفن برای من نهی زد. از اون پدر هنرمند این فرزند، یعنی اینقدر خوشحالی برای این نجات من از مرد و در واقع زنده بودنم خیلی برای این مرد شیرین بود، خیلی نمیتونست تصور بکنه. من میدونم شما فرزندی رو از دست دادید، به قول خودتون نمیخوام خیلی از تراژدی های زندگی بگم، خوشبختانه خبرهای خوش هم درباره زندگی شما هست. در برنامه های بعدی به تمام اینها خواهیم پرداخت. شانس این هست که این برنامه به تکرار و دفعات ادامه خواهد داشت. به فرهنگسرای پویا خواهیم پرداخت، به کارهایی که شما کردید، سازی که مینوازید، فیلمهایی که بازی کردید، آوازی که میخونید، فعالیتهایی که دارید. گفتنی بسیار است و البته شنیدنی هم بسیار. قدردان شما. Thank you.
با سلام، دومین برنامه نامها و یادها رو مشاهده میکنید در کنار آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا. در برنامه اول با زادگاه و مسیر زندگی ایشان تا سالهای 1157 آشنا شدیم و حالا انقلابی در کار است و در راه. اینکه عباس بختیاری با این انقلاب چگونه کران اومد و چه دستی در این انقلاب داشت؟ من ته سال 53-54 تا قبل از اینکه به اصطلاح سال 55 این آغاز در واقع اعتراضات باشه در ایران، ذهنم شک گرفته بود. متأسفم. چی بودین اون موقع؟ چریک بودین؟ مبارز مجاهد بودین؟ چی بودین؟ نه، من اون دوره سن من خب کم بود، 16-17 سالم بود که تازه گرایش پیدا کرده بودم. متأثر از اطلاعات اخباری که افرادی که در کنارم بودن میدادن، یه گرایش به فدایی ها پیدا کرده بودم. خب 49 هم سیاه کر رقم خورده بود و درگیری هایی که تقریبا هر هفته و هر ماه تو سراسر ایران بین فدایا بود و نیروهای امنیتی حکومت شاه، بسیاری از فدایا کشته شده بودن تو خیابان‌ها و این خبرش خیلی مخیلی. اون موقع همچنان در شهرستان بودی؟ بله، من شهرستان بودم و خود انقلاب هم در شهرستان بودم. نخیر، من 55 آمدم تهران، برگشتم. اولا 2 سال دیپلمه وظیفه بودم که در سربازی؟ بله، که در شهربانی کار میکردم. ولی به عنوان مخالف؟ بله، مخالف بودم. ولی تو شهربانی بودی؟ ولی تو شهربانی بودم، ولی خب نمیدونستن. اتفاقا این آقای زاهدی با من خیلی در ارتباط بود تهران. اکثر روزها میرفتم کارگاه نمایش. اون موقع شبات آقای خلج داشت آماده میکرد برای جشن هنر شیراز، گلدون خانم، قمر در عقرب، خیلی از کارا توی اونجا هنرمندای شناخته شده ویژن مفید داشتن. بله، بسیار بودن. بله، آشور بانی پال بابلا بود، اسماعیل خلج بود، آقای رضا قاسمی بودن، خیلی از هنرمندای شناخته شده، آتیلا پسیانی، اصلا اینا. این فرهنگ ها شما رو به تفکر چپ برد یا برعکس از چپ جدا کرد؟ نه، منو بیشتر سوق داد به سوی جستجو، فعالیت سیاسی. فعالیت سیاسی، این که ببینم که چرا یه وجه تمایز اساسی کلیدی میانه واژه ها، گفتمان، گفتگوهایی که توی جامعه هست با محیط های روشنفکری هست. اون بیشتر برای من جذبه داشت، به ویژه اینکه خب افرادی در زندگی من نقش داشتن که همه آدمایی بودن که دوستشون داشتم، آدمای فهیمی بودن، آدمای آگاهی بودن و از سوی همه میگفتن که این فقری که من در گذشته دیدم محصول این ساختار، این سیستمی که است، باید با این جنگید. باید با این مبارزه کرد و آنتاگونیسم هم تنها راه چارشه. یعنی نمیشه با مماشات و گفتگو، گفتمان و اینها بتونیم با شاه کنار بیاییم. بعد به اصله بود. این بود که انقلاب که شد من تو تهران بودم، یعنی 21 و طرفدار انقلاب و طرفدار فدایی ها حقیقتش، نه انقلاب. من از واقعا این صادقانه میگم، هیچ وقت یک آدمی مثل خمینی به دل من ننشست. هیچ وقت آدم های مذهبی که اون روزا، یعنی یک فاصله با اینا داشتم، هیچ وقت تو هیچ، من اینو تایید میکنم برای کس هم موقع که شناختم. بله، هیچ وقت من به مذهبی ها هیچ نزدیکی نداشتم و خب پیوستم به خیلی عظیم هواداره سازمان چریکا فدای خلق که خب حمله کرده بودن به رادیو تلویزیون به جای مختلف و روز 21 بهمن نزدیک سینما کاپری روبروی دانشگاه من جزء از کسانی بودم که اصله به من اصطلاح داده شد و تو سنگر بودم تا روزهای بعد که خب فدایی‌ها در خیابان میکده ستاد زدن. رفتم اونجا و کسایی بودن که باشون ارتباط داشتم، افتادم در واقع توی یک مسیر سازمانیافته‌ای و همین این قدم پر از احساس و شور و هیجان که نمایشگاه شهدای فدایی‌ها رو که توی پلی‌تکنیک بود برداشتم، با یک ماشین گندمی بردم جنوب ایران و توی شهر ما این نمایشگاه گذاشته شد که متاسفانه خب ماها بعدش یکی از اونایی که با من توی این برگزاری نمایشگاه سهیم بود، عبدالحسین راشدی، که به جوخه اعدام سپرده شد. باید به بینندگان عزیز گفته باشم اگر مایلن و حتی توصیه میکنم
کتاب سیانور خاطرات زندگی سیاسی عباس بختیاری رو مطالعه بکنن، به نام سیانور که حکمت نام کتاب سیانور بازی هایی است که در سیاست های ایران متاسفانه بارها به غلط و البته صمیمی از طرف هوادارانش انجام شد. من همیشه گفتم تمام کسانی که از سن 18 سالگی باور سیاسیشون رو پرچم زندگیشون میکنن و جونشون رو میذارن، حتی یک حزب اللهی، بیگناهن، برای اینکه اینها خواستن به هم نوع و برادر و خواهر خود کمک کنن. افسوس که سرکردگان این تفکر از اونها سوء استفاده میکنن و متاسفانه نامها و تاریخ از صفحات پرشده است. برگردم به زندگی شما، بیایم به جایی که ناچار شدید که از طول گفتگو شاید خارج باشه ایران رو ترک بکنید، جونتون در خطر بود، به عنوان پناهندگی آمدید و جالب اینه که سالهای اول خبری از فرهنگ نبود، به سفارت جمهوری اسلامی ایران حمله کردید، دستگیر شدید، عکس شما رو میبینیم، به عنوان یک آدم خشن مبارز تعریف کنید. اولا یک نکته کلیدی رو قبل از اینکه نکات دیگر عرض کنم اینه که این کتاب نام سیانوره ولی هیچ ربطی به عصر امروز نداره، چون عصر سیانور به سر آمده. بله، شما خاطراتتون رو گفتید. بله، اونم برای این بوده که به شما سیانور داده بودن که هر لحظه جونتون بله در خطر شد. بله، من نزدیک دو سال 23 ماه در واقع سیانور با خودم هم میکردم. چیکارش کردین آخرین بار؟ انداختنش دور اینجوری؟ نه، من تا پاریس هم همراهمون بود. عجب. بله، برای اینکه من و همسرم که از مرگ گریخته بودیم، زندان بودیم و خب زندان جمهوری اسلامی. بله بله، مبارزه رو در پیش از انقلاب کردید، زندانش رو بعد از زندانش رو. بله بله، من دو بار در جمهوری اسلامی زندان بودم. یک بار که اصلا حیران شدم، همون 4 ماه اول منو دستگیر کردم به عنوان عامل انفجار لوله‌های نفت و گاز جنوب، که اصلا من حیران شدم به خاطر که من فقط آمده بودم یک کتاب فروشی باز کرده بودم توی این شهر و از تهران کتاب می‌بردم، اونم نوع انفجار فکری دیگه. و من و تعدادی از دوستامونو که خیلی در شهر به نام فدایی فعال بودیم بهترین فرصت دونستن که دستگیر من به کسی بکنم. نخواهم گفت این کتاب فروشی سرپوش نبود برای فعالیت های سیاسی تو؟ نه خیر، مطلقا نه خیر، واقعا عملیات چون اول انقلاب بود، روزهای اول سال 58 بود و کتاب می‌بردیم از تهران، روزنامه نشریات کار مال سازمان چیرکاه بود، همونجا بود، سازمان‌های دیگه، کتاب‌های دیگه، اصلا هیچ محدودیتی برای کتابا نبود، هر نوع کتابی که خریداری میشد میبردیم. چه شد که فکر کردین دیگر جای شما در ایران نیست و باید بیرون بیاید؟ من خب سال بعد از زندان در سال 58 و اعدام یکی از نزدیکانم که همراه هم بودیم آمدم بیرون، دوباره میتینگ دیگه گذاشتم که بگیم حالا یک روزی که زندان بودیم چه گذشته. دوباره یک یورش دیگری قرار بود صورت بگیره که یکی از دوستای ما اون موقع توی همین سپاه و بسیج بود که به من اطلاع داد شهر ترک کنین. آمدم اهواز از طریق مسئول فدایی ها منتقل شدم به تهران. تهران دیگه وقتی وصل شدم به سازمان چریکات فدای خلق زندگی مخفیمو آغاز کردم و میتونم بگم که تنها بازمانده چاپ و انتشارات هستم، چون همه کشته شدن همجوری که در کتاب سیانور هم اشاره شده و من تونستم خوشبختانه از حلقه معاصره فرار کنم. ماها بعد که دوباره وصل شدم به فدایا برای انجام یک عملیات همجور که در کتابم آمده به رشت رفتیم، اونجا به طور اتفاقی دستگیر شدیم و 4 ماه تو زندان بودم. من این 4 ماه شاید بتونم بگم طولانی ترین به عنوان بازیگر طولانی ترین پیس تاریخ رو بازی کردم، چون 4 ماه من با یک لحجه کاملا غلیظ بین لوری و عربی صحبت میکردم و هیچ وقتم در مقابل چیزهای جدی واکنش نشون نمیدادم و خب 4 ماه با این حالت توی زندان. بعد از 4 ماه که 12 بارم بازجویی شده بودیم، چون فرزند منم موقع همسر من حامله بود، خب با تفنگ زدن آسیب خورد، بچه در واقع 6 ماهش بود کشته شد و بعدم که
ما آزاد شدیم فکر میکنم 4 روز بعد متوجه شده بودن ما کی هستیم، چون کسی رو دستگیر میکنن و او هم فکر میکرده که خب اطلاعات سوخته میده، گفته که حالا چرا منو دارین میزنی، اون کسی که شما میخواین که گرفتینش، که میگن کجاست، میگن زندان رشته، زندان رشته که میگن آزاد کردیم، حمله میکنن. ما از خوش حادثه تو خونه نبودیم، به ما اطلاع دادن که بعد مجبور شدیم. چه شد که فرانسه رو انتخاب کردین، چرا کشور دیگری نرفتین؟ آقای شاید اگر بگم خیلی عجیبه، من آمده بودم دبی و تعدادی بودیم، ما با هم فرار کرده بودیم با یه قایق، وقتی رسیدیم همه از خوشحالی فریاد زدیم، اما یک روز بعد پلیس ما رو دستگیر کرد و دادگاه دبی 8 روز بازداشت و استرداد به جای به مبدا. عجب. بله، 8th day دست بسته ما رو همه آوردن و نیروی دریایی هم اومده که ما رو تحویل بگیره بره. من و همسر سابقم صحبت کردیم، چون ایشون تو بدنش سیانور رو مخفی کرده بود که اگر هیچ چاره ای نداشته باشیم دیگه اینا استفاده کنیم، چون میدونستیم بازگشت ما به ایران به مسابه شدیدترین نوع شکنجه هاست. بعد یک آقای به نام انصاری که اون موقع یا سفیر بود یا معاون سفیر بود، با ماشین سفارت اومده بودن روی اسکله که تمام کارهای اداره رو انجام بدن. چه سازمان عفو بین الملل و یک آقای به نام عبدالسلام خونجی از بستگان همین داروش خونجی که ایشون فیلم بردار معروف کارهای وودی آلن. بله، ایشون آمدن و با ماشین آمدن و با نماینده های عفو بین الملل آخرین لحظه نامه رو نشون دادن که مربوط به شیخ شارجه بود. بله، ما رو از دبی منتقل کردن شارجه. ولی اون موقع فدایان چیکار کردن؟ به عنوان هم فکر نخواستن به شما کمک کنن؟ در 5 شهر اروپا تظاهرات بود اون موقع، ما نمیدونستیم، بعدا متوجه شدیم که اصلا تیتر چیزشون هم این بوده که یک زن شوهری که بچه‌شون هم تو زندان ها از دست دادن و اینها، مراجعه کرده بودن به نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اینجا و عفو بین الملل. خیلی نقش کلیدی داشتن. آخرین دقیقه من همسر پیشینم شیشه رو شکست و رگ دستش رو زد و خون اونجا پاشیده شد، پانسمانش کردن، ما رو برگردوندن. آقای عبدالسلام ما رو وقتی به زندان تحویل دادن، خانم من و 2 خانم دیگه که الان مقیم پاریس هستن و تحویل گرفتن، گفتن شما رو میبرم به خونم، تعهد دادن اینا 5 صبح 5:30 فرار میکنن از این خونه و میرن تو دفتر عفو بین الملل میشینن. اونجا آقای حشمت الله مهاجرانی که فوتبالیست سرمربی تیم ملی بود و آقای جلداری، قدردانی میکنم ازشون، واقعا علارغم این که ما از نظر فکری با هم هیچ چیزی نداشتیم ولی به ما خیلی کمک کردن، پناه دادن به 3 همسر من و 2 خانم دیگه که بودن و سرانجام بعد از 1 ماه زندان و اعتصاب قضا ما رفتیم به ابوظبی. ابوظبی هم باورمون نمیشد، حتی تو بدنامون اون موقع این تیغای اصلاح و اینا تو پلاستیک توی بدنمون جاسازی کرده بودیم، فکر میکنیم نکنه که این هواپیما ما رو ببره ایران که اگر اتفاقی افتاد اصلاح با تیغ. آقای مکر من رو ببخشین حرفتون رو قطع میکنم، وقت برنامه رو به اتمامه، ولی باز این رو برای بینندگان گفته باشم که خوشبختانه این امکان گفتگو با شما برای چندین برنامه دیگر محفوظ است، هنوز شنیده های زیادی رو از شما انتظار داریم. در برنامه بعدی به زندگی مهاجرت، پناهندگی و تبعید شما خواهیم پرداخت تا برسیم به اونجایی که افتخاریست برای همه ایرانیان، یعنی فرهنگسرای پویا. Thank you.
با سلام، سومین برنامه از سری برنامه نامها و یادها در حضور عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا، که از لحظه تولد او خط سیاسی، خط کاری و فکری رسیده ایم به جایی که دیگر فکر میکنه امنیت جانی در ایران نداره و او که یکی از طرفداران دست کم مبارزاتی بوده است، ترجیح میدهد مبارزش رو این بار به این سمت مرز بیاره و طبیعتاً به فرهنگ پناه ببره. سوال آخر برنامه قبلی، چرا فرانسه رو انتخاب کردیم؟ فرانسه گزینش من نبود. من اینقدر یک روحیه به اصطلاح جنگجو و مبارزی داشتم. یعنی ترجمه دادین امریکای جنوبی و... نه خیر، میخواستم برم کردستان ایران و عراق، چون موقع نیروهای سیاسی اونجا بودن تا این حد. اما خب در آخرین اعدام ها شما رو نترسوند؟ خیلی در ابتدای تغییر حکومت از کردها رو اعدام کردن. بله، ولی خب من این حس داشتم، چون زندان بودم، اعدام ها رو دیده بودم، فرزندامو از دست داده بودم، بسیاری از رفقا و دوستانی که کنارشون بودم همه رفته بودن و یه احساس تنهایی به من دست داده بود. هنوز فرهنگ به شما غلبه نکرده؟ نخیر، اسلحه؟ نه. اون با من بود. دیدین که تو زندان 4 ماه من در واقع هنر به من، تئاتر به من، فرهنگ به من کمک کرد. و وقتی که گفتن در میان کشورهای مختلف، جای مختلفی که تظاهرات کردن ایرانیا، سفیر فرانسه ما رو به عنوان پناهنده پذیرفته، ما خیلی خوشحال شدیم. و بعد از چند روزم زندان در ابوظبی با هواپیما آمدیم پاریس. خیلی صحنه زیبایی بود، خیلی صحنه زیبایی بود. حدود اون موقع سال 62 شاید 40 تا ایرانی، نزدیک 40 تا از آدم‌های مختلف، گروه‌های مختلف، چون اون موقع اینقدر شکاف میانه. چه سالی بود به فرنگی؟ 83، مارس 83. یعنی جنگ عراق با ایران آغاز شده؟ بله، من که اصلا تو جنگم بودم، اول شاهد جنگم بودم تو ایران. بله بله، نخیر که جنگ بود. و سال 83 آمدیم تو فرودگاه و خب واقعا یادم هست از کسانی که الان هستن، آقای متین دفتری، بله، هدایت من، دکتر پاکدامن، بسیاری از دوستانی بودن که از سازمان‌های مختلف. بله. این مسائل نبود، این همه شکاف، این همه تلخی که الان هست، بیمهری که به هم میکنیم، موقع نبود. یه انرژی خوبی بود و آمدن استقبال. و من اولین کاری که کردم، خب ارتباط گرفتم و رفتم دوباره با فدایی‌ها وصل شدم، پیوند خوردم. چند سال این پیوند ادامه داشت؟ تا 1990، 7 سال من عضو سازمان شرکای فدای خلق بودم. و اون موقع هم سر پرشور، زخمی، آسیب خورده آمده بودم. یکی از کارهای ما این بود که اون موقع سفارتخونه رو شناسایی میکردیم. راجع به این عکسی که بینندگان خواهند دید بگویید، شما به یک سفارت حمله کردیم؟ من سفارت جمهوری اسلامی رو تو هم سال اولی که اومده بودم، فکر کنم سال 86 بودم، اینجوری که توی روزنامه‌های هلند هست، ما با یک برنامه از پیش سازماندهی شده یه کامیون از شب گذاشته بودیم جلوی سفارت که پرش 20 نفر. یعنی بعد از حمله به سفارت امریکا یا حالا حمله به سفارت عربستان در تفکرات اون موقع بود؟ نه، ما که می‌خواستیم چیکار بکنیم. در پاریس هم البته یه حمله کوچکی شد. بله، و اینجا جای مختلف من موقع توی چند تا از عملیات‌ها خوب شرکت کردم برای تصرف سفارت. من باور نمی‌کنم، اگه عکسو ندیده بودم باور نمی‌کنم. و می‌خواستیم یک نکته رو مطرح کنیم. چی؟ آزادی زندان‌های سیاسی و جلوگیری از کشتار در ایران، چون خیلی دوران سیاه و تلخی رو من در زندان دیده بودم. و آقای شاهید بچه 14 ساله رو بردن اعدام کردن، برای که خب خواهر برادرش در زندان رشت، خواهر برادرش اعدام کرده بودن، ایشون مرگ بر خمینی گفت و بردن اعدام کردن. یا به شهناز یوسفی، خانم در بند زنان شهناز یوسفی، به خاطر اینکه ایشون خب دختر بودن تجاوز بشون. بله، خیلی من حالم بد. به دختری که تجاوز کردن ازش خواستند
به مادرش تلفن کنه و روایت تجاوز رو بگه. بگه بله خیلی میتونم اسمش رو هم بگم. وقتی ولی... آمدم ب... همش شناسایی میکردیم، سفارتخونه رو حمله کردیم، گرفتیم، اشغال کردیم. وقتی طبقه بالا رفتیم سفیر اونجا بود، مقاومت کرد و خب درگیر شدیم. آقای به نام تاجگردان اگر اشتباه نکنم که خب ایشون چیزی پرتاب کرد، ما پرتاب کردیم، بعد درگیری شد اون بالا، تونستیم غلبه بکنیم. قانون هلند با شما رفتاری نکرد که به چه حقی شما این کارو کردید؟ چرا یک ماه زندان بودم. یک ماه زندان. بله یک ماه به من زندان دادن. 23 روز اعتصاب قضا بودیم، 19 نفر تو شما کلکسیون زندان بودید. من بله مجموعاً 5 بار تو زندگیم زندان رفتم. زمان شاه هم زندان افتادید که مبارزه می‌کردید؟ نه خیر اتفاقا نه برعکس، شهربانی بود. سوال خیلی جالب کردی. من خیلی سنم کم بود، 15 سال بود. سر پهلوان اکبر میمیرد، این پهلوان که میمیره شمشیر رو ما بردیم تو تماشاگرها اهداده و از تماشاگرها خواستیم زیر این شمشیر رو بگیرن با ما بیان روی صحنه. یه علامتی داشتیم. بله دیگه داشت تزویر ترویج مبارزه. ترانه های ایرانی هم فکر نکنید بی معصوم بودن ها. ترانه های ایرانی و سینمای ایران هم بله، از این حیله ها بسیار زد. بله بله حتی یک با پول دولت تازه. بله بله حتی شما مثلا گوزنا رو نگاه بکنین یا فرهاد داریوش، اینا خواننده‌ای بودن که اون موقع خیلی تحت خانم همیرا گفت اگر از غم و غصه میگم نه این که نیست. بله بله اینه که خب متأثر از این شرایط ما حمله کردیم به سفارت، سفارت رو گرفتیم، یک ماه زندان، 23 روز اعتصاب قضا کردیم. از این 19 نفر که زندان بودیم 14 نفرمون اعتصاب قضا کردیم و با 12 کیلو تقریبا بین 10 تا 12 کیلو کم کردن وزن. شما یه بارم تو پاریس مثل که خودتون رو به زنجیر بستید؟ نه خیر، اون موقع این فرهنگسرا تازه باز شده بود. چه خوب شد، ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، فکر فرهنگسرا از کجا پیدا شد؟ همون کتاب فروشی که در جنوب ایران داشتین؟ من خب خیلی علاقه به قبل از اینکه چریک بشم از کودکی تو اون دل فقرم میرفتم دنبال تئاتر و حتی تو دوره‌ای که پیشاهنگ بودیم باز همینطور آدم فعالی بودم توی زمین‌های هنری. نه از کودکی با یک تنبک حلبی داشتم باهاش میزدم، پدرم خیلی نی و کمانچه زیبایی میزد. البته بینندگان میدونن شما یکی از استادان دف هستید، در اینجا شاگردان بسیاری دارید، کنسرتاتون، ببخشید من هی وسط حرف شما میپرم، ادامه میدادیم در مورد فرهنگسرای پویا که زمانی مشکلات مالی پیدا کردید باز اعتصاب قضا. بله چون خانم کاترین توتمن اون دوره وزیر فرهنگ بله. فرانسه بودن و نامشون هست، ایشون مکتوب به ما گفته بودن که شما اگه فرهنگسرایی رو باز کنیم. ما در جای کوچکی بودیم یادمه، اولین بار شما رو اونجا دیدم با مرحوم فرهاد خواننده، زندیات فرهاده، بر اولین بار پیش شما دیدم. بله و خب ما آمدیم جای بزرگتری رو با قرض از دوستان آشنایان باز کردیم که اینجا باشه که به ما کمک کنه. بعد که باز شد این همه مغروض شدیم و کار ساختمانی توش کردیم، یک نامه دریافت کردیم که بودجه ندارن به ما بدن و خب منم دست به اعتصاب قضا زدم برای اینکه خیلی سخت بود. بی دریغ آدم هایی بودن تو این اکسیونی که من داشتم بالا سرم بودن. خیلی جالبتون دوره بهرام بیضایی اینجا بود و هر روز اینجا بود، زنده یاد فرخ غفاری، آقای ایرج ادیبزاده زنده یاد مسکوب، آقای حسن خیاط باشی، حسن خیاط باشی و بسیاری از دوستانی بودن که مرتب اینجا هر روز می آمدن به دیدار من و بالاخره بعد از 12 روز اعتصاب قضا رو به پایان دادم با این امید که جامعه ایرانی بیان و موفق هم شدن فرهنگ خودشون حمایت کنن. آره موفق شدم ولی این محصل حمایت ایرانی ها نبوده. میفهمم. خب آقای بختیاری، من بارها در این گفتار کوتاه اشاره کردم که جدا از خیلی چیز داره که برای اولین بار از شما میشنویم، علاقمندان به آگاهی از وضعیت مبارزاتی فرهنگی غربت پناهندگی خوبه که کتاب سیانور شما رو مطالعه بکنن، اما دلم میخواست به این آسونی
این موضوع مهم زندگی شما و نسل‌هایی از ایرانیان را از یاد نبریم. امروز با حضور جمهوری اسلامی ایران، آیا مبارزه به سبک درست یا نادرست بسته به سلیقه اصله است یا فرهنگ، کاری که فرهنگ سرای پویا میکنه؟ خب به باور من الان عصر آنتاگونیزم و مبارزه مسلحانه به سر آمده، یعنی نه شرایط جامعه ایران پذیرش چنین اندیشه و تفکر و به اصطلاح عمل کردی رو داره و نه افکار عمومی جهانی، یعنی با جمهوری اسلامی همونطور که آقای خامنه‌ای خواستن حتی مخالفین برن رأی بدن. من که با ایشون 100% مخالفم، یعنی هیچ نزدیکی من نمیتونم به این آدم داشته باشم. از یک ذهنیت خیلی کهنه و عقب مانده برخورداره که میگه من حکم میکنم بقیه بیان برن رأی بدن، توی چی هم دخالت نکنن. نه، من بحثم این نیست. عصر تمدنه، عصر فرهنگه. الان یکی از برنده ترین سلاح‌ها هنره. شما ببینین یک فیلمی که حامل یک پیامی باشه که به بضاعت فرهنگی جامعه بیفزایه، میتونه به اندازه 100 تا 1000 شاید. برای همینه که انقدر سانسور در ایران. بله دقیقاً. شما ببینین چه بلایی سر کتاب آوردن در ایران، چه بلایی سر تئاتر ایران آوردن، چقدر آدم ها رو گوشه نشین کردن. از نسلی که آقای شاید شما میشناسید، سینماگرای خیلی مطرح، میدونین چند درصد از اینا همه خانه نشین شدن که اینا پدران سینمای ما بودن. اینا آقای کیمیاوی، پرویز کیمیاوی با اون شاهکارهای اینجا در پاریس بنیانگذار سینمای نوین ایران. شما الان ببینین توی ناصر تقوایی بزرگان، بهرام بیضایی آواره شده اون سر جهان و چقدر اینها نوشته، چقدر اینها کار که در واقع مانع از اینها شدن، چون میدونن که امروز عصر تجدده، عصر مدرنیزمه و خبری که امروز داده میشه برای فردا خیلی کهنه شده است و این محصول یا محصول این تکنولوژی بالایی است که بشر بهش رسیده. و خب در همه زمین ها شما ببینین چند درصد سینمای ما تو جهان مطرحه. مهمترین بخشش به نظر من بخشی است که به هویت زنان سینمای ما مربوط میشه. حتی غربی ها هم با این قضیه همسو بودن. چقدر زنای ما، چقدر سینماگرای زن ما توی جهان مطرح بودن. بله، البته چون وقت زیاد نیست و گفته های شما گفته هاییست که واقعا وقت زیادی رو میطلبه برای موشکافی، به خصوص فعالیت هایی که داشتید. من خانم معتمد آریا رو برای بار اول اینجا پیش شما دیدم، بسیاری به اونها هم خواهیم پرداخت و اگر موافق هستید دو برنامه آینده رو به سازمان بنیاد فرهنگ پویا برای آنچه که کردید و آنچه که ما دیدیم اختصاص خواهیم داد. با سلام، چهارمین برنامه نامه‌ها و یادها در کنار عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا. همونطور که در برنامه‌های قبلی شنیدید واقعا گفتنی و شنیدنی بسیاره، اما این دو برنامه رو در کنار آقای عباس بختیاری به خود فرهنگسرای پویا میپردازیم. اینکه عباس بختیاری در این سالها چه کرد، که در واقع باید گفت چه ها کرد، و بعد فرهنگسرای پویا نام‌ها و یادهاش چه بوده. آقای بختیاری اجازه بدید ابتدا، شاید بی‌تعارف و کمگویی است، ولی به هر حال شما هم خودتون به عنوان فرد خودتون در کنار فرهنگسرای پویا بسیار فعال بودید. ساز، سینما، تئاتر، نمایشگاه، از خودتون برای ما بگید در حیطه فعالیت‌های فرهنگی.
خب فعالیت من در چند حوزه در واقع بوده. یکی این که من در تا کنون در 5 فیلم سینمایی بازی کردم. یکیش سرنوشت تلخ و غم انگیز مهران کریمی بوده ایرانی که در فرودگاه بوده با گلن لچفورد کارگردان انگلیسی. زنان بدون مردان شیرین نشاط بوده که به جشنواره ونیز رفت و جایزه به اصطلاح مهم این فستیوال رو دریافت کرد. من هم بازیگر این فیلم بودم به عنوان خواننده سالهای بله دهه 1950 32 32 ایرانی 1950 مصدق دوره مصدق و همینطور بخشی از موسیقی این فیلم رو کار کردم و غیر از اون در مادرم دیوانه است با هنرپیشه معروف فرانسه ایزابل کره کارگردان این فیلم ژان پیر امریس بوده بازی کردم. همینطور با اولین فیلم آقای عتیق رحیمی تهران 10 ثانیه دیرتر بله. این فیلم مستند داستانی بود که بله. مربوط به اتفاقاتی بود که در جام جهانی 1998 تو ایران رقم میخوره چون تصویر با 10 ثانیه دیرتر میره تهران نشون میداد تو 10 ثانیه اینجا چه شادی است و اونجا چه اندوهیه. این فاصله ای که هست وجود داره به خاطر سانسوری که توی رسانه‌های تصویری بوده. بعد خب با تونی گتلیف به عنوان یک سینماگر خیلی مطرح 8 سال فعالیت مشترک داشتم، هم به عنوان آهنگساز ایشون فیلم اگزیل یا اگزایل همون تبعیدی ها که جایزه ویژه بخش رسمی کنو گرفت موسیقیش کار کردم. همین موسیقی فیلم زنانه بدون مردان که با خانم نشاط بودم. گزستخوف یک فیلم است راجع به فلسطین که تمام موسیقیش کار کردم، هست روی یوتیوب هم میتونین ببینید. و آخرین کار یک کار انیمیشنه که فیلمش رو تازه همین درست پیش به من دادن، موسیقیش رو از من هستن در اینجوری که گفته میشه 60 فستیوال تا الان شرکت کرده، جوایزی هم گرفته و پروژه های آینده هم که دارم. من در چندین فستیوال به عنوان داور عضو هیئت داوران این فستیوال ها بودم که یکیش فستیوال مونس بلژیک مراکش بودم، تونس بودم. برای سینما ایران یادم خیلی فعال بودید، نه فقط برای جعفر پناهی. من خیلی از سینماگران رو به لطف شما اینجا برای اولین بار دیدم، برای جعفر پناهی با بهمن قبادی. ولی اصولا شما برای سینما جدا از بازیگری فعالیت حاشیه‌ای هم داشتید برای دفاع از سینما و سانسور در سینما. به یک کشوری هم رفتید، به بلژیک رفتی؟ بله چندین جا رفتم، به اسپانیا رفتم، سن سباستین، اجلاس سالیانه حقوق بشر بود که در اتحادیه اروپا رفته بود. بله در پارلمان اروپا در این نشست شرکت کردم. و در واقع شما اگر نگاه بکنین بخشی از هویت سینمای ما طی این چند سالی که گذشت سرکوب بوده. بله. سرکوب سینماگرای ما بوده و خب ما هم در پلتفرم و اساسنامه مرکز فرهنگیمون آمده که دفاع از حقوق هنرمندان ایرانی، بنابراین خیلی طبیعی بود که ما حضور پررنگی داشته باشیم. من خدمت آقای میتران رفتم به عنوان وزیر فرهنگ، همینطور وزیر امور خارجه فرانسه آقای کوشنر رو بله ملاقات کردم توی دفترشون، با کوستا گابراس و سرژ توبیاناس سینماتیک فرانسه فعالیت های خیلی چشمگیر داشتیم. کنسرتی هم در برابر بله اونجا اجرا کردیم. ولی فکر کنم مهمترین کاری که ما کردیم در دفاع از سینماگرا جمع‌آوری 25,000 امضا بود که هنوز روی سایت اینترنتی هست با حمایت آقای تیغ فخمون رئیس فستیوال کن و ژیل ژاکو و همینطور نقش برجسته‌ای که آقای کوستا گابراس در دفاع از سینماگرای ایران داشت. اون زمان تعدادی از سینماگرای ما از جمله آقای رسولوف، خب چند تاشون که گریخته بودن مثل بله. آقای قبادی و همینطور آقای مخمرباف
و واقعا شبانه روز تلاش ما این بود که صدای این سینماگرها رو تو در دنیا بتونیم شما از آکادمی دو فرانس هم سر در آوردید که کمتر ایرانی اونجا بوده، راجع به اونم اگر ممکنه بگید. یک دوره از فعالیت‌های من به صورت فردی اختصاص داشت، خیلی پررنگ اختصاص داشت به دفاع از سینماگرای ایران، و همینطوری کمیته تشکیل شده بود که آدم های بزرگی توی این کمیته بودن. آقای ژیل جکوب بود، تیر فریمو بود، کوستا گاوراس بود، بزرگان جشنواره کن. بله اینها بودن. تیری هیلمن بود که رئیس انجمن سینماگرای فرانسه است، یعنی 50,000 عضو امضا داده بودن و میدونین که 25,000 امضا ما تونستیم از مشهورترین هنرمندای جهان که هنوز برین روی سایت سینماتک هست. خب دعوت شدم، آقای وایرگانس دیدم، گفتش که امسال شما میتونین به عنوان یک عضو افتخاری بیاین و در مراسم سالیانه ما شرکت بکنین و شما دو نفر رو میتونین معرفی بکنین، که اون دوره بود که مشتبه میرتحماس اعتصاب قضا کرده بود، شرایط خیلی سختی داشت و از حیثیت و اعتبار سینما ایران توی زندان دفاع کرده بود. اتهاماتی که به زده بودن دروغین، به عنوان جاسوس فیلمش داده بود حالا به بی بی سی یا جایی دیگه. همینطور ترددهای من به کشورهای مختلف. صدای اینم ببخشید اگر کم بکنید، برای اینکه ما داریم همزمان چون شما صحبت میکنید. میگم عجله من به خاطر زمان است، برای اینکه واقعا فعالیت های شما در این نزدیک به 3 دهه بسیار است. فقط به سینما اختصاص نداشت شما، اصولا به هنرمندا. البته در بخش نام ها و یاد های برنامه بعدی اشخاص رو میبینیم، ولی شما مثلا بارها اینجا صحنه تئاتر یا کنسرت و خود شما دفزنی کردید. جزء زندگی نامه شما فعال سیاسی سابق حالا پشت دف چهره میگذارد و انگشتانش رو میبینیم و من فکر میکنم چی میزنید؟ بله، زندگی موسیقی های من تو جامعه ایرانی کم دیده شد، اما خوشبختانه حضور خیلی پر رونق و به اصطلاح پر ملاتی داشتیم توی فستیوال های معتبر موسیقی که توی دنیا بود، از سوئیس بگیرین تا هلند و بلژیک و مراکش و تونس و امریکا، و خیلی جاها با آنسامبل پویا، گروه پویا ما حضور داشتیم که خب هم من با اجازه دوستان هنرمندم هم مسئولیت سرپرستیشو داشتم، هم اینکه خواننده گروه بودم. یک بخش بازسازی آهنگ هنرمندایی بوده که اصلا کارشون تو کار موسیقی سنتی نمی گنجیده، ولی ما این کاری کردیم، مثل کاری که خانم پوران شاپوری با ویگن میکنه، کمتر زرشانه. ما این آوردیم، یه حس مثلا هویت عرفانی به این کار دادیم و توی کشورهای عربی خیلی جواب داد این کار. بعدم خب در خود اینجا من کلاسه آموزشی دف رو اداره میکنم، و جالبی که آقای شهید بدونیم من هنگامی که عرصه سیاست رو رها کردم، حیرت آور الان که خودم فکر میکنم، نظر من تغییر دادین، ترک نکردین. نه تغییر داره، منظرم رو تغییر دادم. یعنی دنیای هنر خیلی 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 قوی تر میتونه اندیشه های شما رو تصویر بکنه. من خیلی جاها سکوت کردم، ولی تا یک تریبون گیرم آمده تو قلب تونس یک دفعه گفتم که این کسی که خودش آتیش زده، این دستورش که خودش آتیش زده، قلب من ایرانی رو جریحه‌دار کرده، چون اصلا بین تونسی و ایرانی هیچ فرقی نیست. گوینده متاثر شده و این برای من شیرین ترین دستاورد سیاسی بودی که من دیگران دعوت به صلح و برادری دوستی بکنم. همیشه برای من موسیقی ابزاری بوده. همه فکر میکنم من پشت دفم، گاهی اوقات فکر میکنم درکش برای عده دشواره که ببینن من پشت این دف چی کار میکنم، چون من تحت تاثیر هیچ که نبودم این ساز، و روزی 10 تا 12 ساعت توی یک دونه قبرستون ماشین و موبایل که اومده بودم میرفتم لابلای ماشین های فرسوده یا این بوکس هایی که اونجا بود با اجازه صاحب قبرستون ماشین ها، انقدر ساز میزدم که دستای من زخمی میشد و
خون میومد و خیلی هم میگفتن که این چیه. گفتم من اصلا دوست دارم بیشتر نقاشی بکنم، نمیخوام تحت تاثیر هیچ کسی باشم. بالاخره نتیجهشو به نظر من گرفتم و اونم اینه که یک فستیوالی بود در آلمان در هانوفر و بعد از برنامه یک خانم موسفیدی آمد و گفتش که سر شما این قده و این همه زخم و درد از کجا آوردی؟ این همون کنسرتی که حسن خیاطباشی بله، و بقیه بله، اونجا بله، بودن ساسان کمالی بسیار. بله بله. یک نکته دیگه رو می‌خواستم یادآوری کنم و از شما خواهش کنم درباره‌اش بگید. کاری که به زودی در ورشو انجام خواهید داد، اونجا هم چهره نشناخته شده‌ای رو از شما می‌بینیم. اون چه هست؟ در واقع اون تجربه سالها به اصطلاح کار من بوده در عرصه موسیقی و تئاتر. اینجا به طور همزمان از همه استعدادهای من یک گوهری به نام شیرین نشاط اومده استفاده کرده. یعنی به عنوان پادشاه ایتالیا، داستان شکسپیر، داستان شکسپیر، طوفان شکسپیر، تمام تصاویری که روی اکران عظیم میاد کار خانم شیرین نشاط که منو به دریا برده، اون تصاویری گرفته. بعد برای اینکه ذهن من آداپته بشه، آموخته بشه و عجین ماشه به محتوا، ساعت‌ها ایشون و آقای شجاع آذری وقت گذاشتن تا اینو توضیح بدن دقیقاً که کیوگراف این کار کریستوف پاستوری که از 5 کیوگراف مطرح جهان هست و سال گذشته تو اوج جام جهانی ما 13200 تا تماشاگر در بزرگترین سالن باله آمستردام داشتیم و به زودی هم من برای یک ماه راهی ورشو هستم. همین پروژه هست با بزرگترین گروه باله ورشو، چون میدونین اونجا پایتخت اونجا و مسکو در واقع پایتخت باله هست. بعد از 6 اجرا، 3 هفته و 6 اجرا منتظر تاریخ بعدی برای مسکو هستیم و احتمالاً ولی ما حتما در زیر آسمان پاریس به آسمان یکی از این کشورها خواهیم آمد و این گزارش رو که من تصاویری از اون دیدم و بی‌نظیر پوشش خواهیم داد. چون کم کم به پایان این برنامه نزدیک می‌شویم، در تواضع شناخته شده نزد شما به کمترین اشاره به فعالیت‌های شما پرداختیم، اما هفته آینده برنامه نام‌ها و یادها واقعاً به نام‌ها و یادهای شما خواهد پرداخت با کثرت افرادی که در اینجا در همین فرهنگسرای پویا آمدند و ما اونها رو دیدیم. با تشکر مجدد از شما. لطف شما رو برسونه. سپاسگزارم. با سلام، پنجمین برنامه نام‌ها و یادها در حضور عباس بختیاری. آقای بختیاری، من از هم اکنون که میدونم برنامه بعدی آخرین برنامه ما خواهد بود، تا اندازه‌ای غمگینم، برای اینکه خیلی از چیزهایی رو که شما میدونید و باید بگویید متاسفانه فرصتش رو نداشتیم. امیدوارم در آینده نزدیک باز به دیدن شما بیاییم. من برای اینکه کار رو این بار دست کم ساده بکنم، هیچ صحبت و سوالی در میان گفته شما نخواهم کرد. امروز میپردازیم به نام‌ها و یادهایی که در فرهنگ سرای پویا اتفاق افتاد. جمعیت بسیار، وقتی فکر میکنم نمیدونم به ردیف سن، به ردیف تقویم تاریخ چگونه اینها رو شما خواهید گفت، تمام زحمت این بار به دوش شما. خب اتفاقات بسیار زیبا و فرخنده ای تو این سالهای تبعید برای من رقم خورد و اونم بودن در کنار انسان‌های فرهیخته و نخبگان جامعه ایران بوده، از سیمین بهمانی بگیرید تا شهرام ناظری، محمد نوری، همینطور سینماگرا بهمن قبادی، بهروز وثوقی
که نقش خیلی به سزایی در اون برنامه 17000 نفری که ما در کل داشتیم داشتن، در کنار من بودن تمام این مدت. داریوش عزیز من که خب ما چندین دوره تور با هم داشتیم، همینطور افتخار اینو داشتم که با هم دیگه همکاری بکنیم برای دوباره میسازمت وطن خانم سیمین بهبهانی، که من تمام سازهای کوبه یه نحسر رو نواختم، کار ضبطش رو تو پاریس با هم انجام دادیم و چه روزهای خوبی داشتیم. همینطور سفرهایی که با هم دور اروپا داشتیم، همیاری و همکاری که به عنوان دو هنرمند با هم داشتیم، رفتیم روزها و روزها، پناهنده های ایرونی رو در پارک ها و به اصطلاح در جنگل ها پیدا کردیم، حالا بماند وظایفی که داشتیم انجام دادیم و این دوستی و همکاری ما همینطوری باقی است. همینطور با هنرمندای جوان و شناخته شده ایرونی که تو فستیوال معتبر موسیقی در کشورهای مختلف داشتیم. یکی از بهترین اتفاقات زندگی من باز آشنایی با فرهاد بود که جناب علی هم تشریف داشتیم. برای اولین بار من نشونو پیشنهاد. خب فرهاد این کنسرتی که اینجا داشت مهم نبود، به نظر من مهم این بضاعت فرهنگی بود که این فرد داشت، برای من یک اثر خیلی خیلی عمیقی داشت. همینطور نویسنده ها و شعرهای مختلفی که طی این سالها به خارج آمدن، من فکر میکنم حداقل 26-27 تا کنسرت فقط با شهرام ناظری داشتم، چه کنسرت هایی که 13 تا کنسرت دو نفری با هم اجرا کردیم در تمام در بخش زیادی از شهرهای به اصطلاح اروپایی، امریکا با هم دو دوره رفتیم کنسرت داشتیم. فعالیت هایی که در زمینه کمک به ایرانیکا بوده، من دو بار در دعوت بودم از طرف ایرانیکا و افتخار هم دیدار با اندیشمند بزرگ ایرانی آقای احسان یارشاته رو داشتم، همینطور هنرمندای بزرگ فرانسوی مثل جولیت بینوش که در کنار من بودن، اشک ریختن برای شرایط سیاه و تلخی که هنرمندای ما تو جامعه دارن. بهترین تجربه، از بهترین تجربه های زندگی من بودن در کنار شیرین نشاط بوده. یعنی واقعا فکر کنم این زن یک گوهره، این زن بله. بسیار زن فهیم، بسیار صادق، بیشیل پیله و بعد کارشو خوب میشناسه و میدونه. در کنار تهیه کننده های فرانسوی در ساخت چندین فیلم و معرفی فیلم های ایرانی، فیلم هایی که سینماگراش مستقل بودن در کن، همینطور نقش داشتم باشون بودم. آشنایی با شاید بگم 100 سفیر در پاریس یه اتفاق بزرگ بوده. یعنی زلزله‌ای که در بم آمد باعث شد با همکاری و همیاری آقای ویتووالیا سفیر سوئیس ما چندین برنامه روی فرهنگ ایران داشته باشیم در سفارت سوئیس و کانادا در پاریس. آشنایی با آقای میتران از همونجا رقم خورد که بعد ایشون منو دعوت کرد که همراه همدیگه به کن بریم. رفتیم روی فرش قرمز در کنار بزرگان سینما و اونجا پیامی رو در حمایت از سینماگرا داشتیم. همینطور هنرمندای زیادی که ناشناخته بودن از ایران آمدن، از شهرستان ها بودن، تونستیم اثری داشته باشیم، به اصطلاح تأثیری داشته باشیم تو فستیوالا که بخشی از هویت موسیقی ما که گم شده بوده شناخته شده تو این فستیوالا، مثل حضور دراویش قادری که از ایران آوردیم، همکاری که با محسن مخملباف و سمیرا مخملباف در برنامه های مختلفی که داشتیم، چه بزرگداشت هایی که براشون با حمایت وزارت فرهنگ فرانسه بوده،
همینطور با خانم سیما بینا من فکر کنم بیشترین همکاری رو با این بانوی بله. بزرگ آواز ایران داشتم، چون از حضورشون در خارج از کشور تا به امروز شاید بالای 10 کنسرت، یعنی 10 اومده در تئاتر ژیمناز یادم. بله بله، خیلی تو این سالها با خانم سیمین بهبهانی که میدونین بزرگ داشته براشون گرفتم، در کل 17,000 تماشاگر داشتیم به شهادت تصاویری که هست. همینطور شب شعر و پرسش و پاسخ با ایشون به عنوان شاعر آزاده در پاریس بوده که از استقبال خیلی بالایی برخوردار بودین شبهای شعر. همینطور بزرگ داشتی که برای آقای بیزایی داشتیم، 3 سالن بزرگ سوربن مملو از جمعیت بود و خب ایشون خیلی منقلب شد، چون درست تو زمانی بود که انفجارات تو متروهای پاریس بود و حضور خب 1500 نفر برای پرسش و پاسخ و دیدن حالا صحنه‌ای از فیلماش خیلی خوشحال کننده بود. باز بخش فرهنگی سفارت فرانسه میتونم بگم که 22 سال همکاری داشتم و چه هنرمنداری رو که هنرمندانی را که خود بخش فرهنگی به ما معرفی کرده که واقعا از نگاه من دور بودن، نمیشناختم اینا رو، مثل خانم شیده تامی براشون اینجا نمایشگاه گذاشته شده، آثارشون بی نظیر بوده، استقبال خیلی از کاراشون شده، تا هنرمنداری که ما مورد نظرمون بوده به سرعت این کاراشون انجام شده. یعنی پل ارتباطی بودیم ما همواره بین فرهنگ فرانسه و ایران و اینو باید مدیون هم کارکنان شایسته‌ای که ایرانی هستن در بخش فرهنگی در سفارت فرانسه در تهران کار میکنن، محصل زحمات اوناست، از اینجا از همشون واقعا قدردانی میکنن. جای قدردانی هست، جای قدردانی هست، چون گمنامن شناخته نیستن ولی وقتی هنرمندا میان اینجا و من بهشون میگم که چه چیز تازه اینجا دیدین، مثلا یکیشون به من میگه، اشک تو چشم جا میشه، میگه که اینجا همه چیز رنگیه و من میگم این محصل تلاش اون شیرزن است که تو بخش فرهنگی به ما کمک کرده، یا خانم مریم موسوی بوده، یا اون دوره که خانم نازک افشار بوده، یا سایر همکارهایی که بودن. واقعا جای قدردانی داره حضور برجسته و پررنگ بخش زیادی از هنرمندای شناخته شده ما در صحنه‌های بین‌المللی محصل زحمتی بوده که دوستان ایرانی بخش فرهنگی، یعنی من هیچ وقت اینو نمیتونم تو گفتگوهای غیر ایرانی هم که با رسانه‌ها داشتم همیشه سپاسگزارشون بودم، قدردانشون بودم، چون محون اینا گمنامن. ولی به قول آقای شجریان یک بار حرف خوبی زد، گفت من 1 ساعت و نیم میام روی صحنه ولی اونی که شما با شما همکاری میکنه و ساعتها تلاش میکنین تا ما بیایم و بگیم ما هویت داریم، ما فرهنگ داریم، ما موسیقی داریم، ما جانی نیستیم، ما تروریست نیستیم، بیرق این فرهنگ دست شما و اون بانوانی است که تلاش میکنه، واقعا رشک‌انگیز بود، به ما انرژی میده برای اینکه بتونیم وایسیم رو پامون. آقای بختیاری، این نام ها و یادها که میتونه به کنسرت ها، به بزرگ داشت ها، موسیقی دانانی که در ایران فوت میکنن و در ایران به یاد اونها نیستن، شما اینجا من یادم یادمان هایی رو برگزار کردید، تئاترایی که برای اولین بار من حتی در اینجا دیدم که گفتگوی بعدی رو در همون محل ضبط خواهیم کرد، همه اینها به شما اجازه داده در گوشه ای از برگ تاریخ فعالیت های فرهنگی ایران چند خطی رو به ثبت برسونید. در آینده انجمن فرهنگی پویا چه کار میخواد بکنه و چه کار میتونه بکنه؟ خب من اصولا خودم آدم بلند پروازی هم و منتها بلند پروازی رو تا اونجا که توش منطقه دوست دارم و حتی فکرم به یک جای بزرگتر، امیدوارم یه روزی بتونم تا وقتی که زنده هستم یک جای بزرگتری با 500 تا تماشاگر و اینو بسپارم دست دخترم، بگم که تو این راه رو برو برو که ما به اصطلاح راه پرپیچ و خمی داریم و به فرهنگ نیاز داریم، به بضاعت فرهنگی نیاز داریم.
از شما بگیر که یه دوست و یاور من بودین اون سالها، تا همه اونهایی که اون سالها نیستن در میان ما، همه تون مثل معلم بودین برای من. اختیار دارید. میگم تأثیر گفته ها و رفتار شما من رو هم تا اندازه مغلب میکنه و کار رو دشوار. برای همین شاید که این سوال رو بتونیم امروز در این لحظه مطرح بکنیم. نیازی نمیبینید که با بنیادهای فرهنگی داخل ایران هم همکاری علنی‌تر، آشکارتر و فرهنگی‌تر داشته باشید؟ کدام بنیاد آقای شهید؟ بالاخره در ایران هم فرهنگی همه چیز زیر فیلتر حکومت ایرانه. هر جنبنده‌ای رو تو نطفه خفه میکنن اینا. شما ببینین تو این همین ماهی که گذشت چند هنرمند گرفتن به خاطر یک کلیپ یا زیر زمین رفته یه چیزی ضبط بکنه. اونجا شما ببین چه رفتاری با این بانوی بزرگ سینما ایران خانم معتمداریا در هفته گذشته توی کاشان کردن. کدوم بنیادی هست که توش هنرمندای به اصطلاح مستقل ما بتونن بیان با من مناسبات داشته باشن؟ من با کدوم کشور چه میدونم بیگانه مناسبات داشتم که من باید انگ جاسوس بخورم؟ اونها هم که با من همکاری میکنن همه بشن دشمن. این یک بیماریه. ما اینجا دنبال هویتمون هستیم، ما اینجا دنبال فرهنگمون هستیم. من شما به عنوان کسایی که 30 و اندی تو غربتیم، وقتی شنیدیم قرار به ایران حمله بشه، برای یک لحظه آقا با همه اونایی که داخل بودن شدیم یکی. نه، ما دوست ندارم به کشورمون حمله بشه، ما نمیخوایم مردممون کشته بشه، ما نمیخوایم بمباران بشه. برای این راه هست، راهش هم اینه، صلح بین مردم ایران و دفاع این همه کشورها از مسئله حقوق بشر در ایران، چیزی که واقعا نادیده گرفته شده. بله، متوجه هستم. میشه من خیلی طالب این هستم که با همکارای خودم توی ایران مناسبات داشته باشم، رابطه داشته باشم، گفتمان داشته باشم، و وقتی تلفن اونها زیر کنترل وزارت اطلاعات و اینها رو تعدادشون هم کم نیست آقای شاهد، همه رو بردن گفتن مناسبات شما با عباس بختیاری چیه در پاریس. ولی میدونید که آقای روحانی و آقای ظریف هر دو صاحب توییتر هستن، در نتیجه شما دست کم با دو مقامدار ایرانی میتونید در ارتباط علنی و فرهنگی باشید که فکر میکنم اونطوری که در سفر اخیر آقای روحانی و دیدیم همطور آقای ظریف، آنها به نوعی طرفدار علنی بودن روابط غرب شرق از در هر زمینه باشند، به شرطی که برای منافع ملی ایران سازنده باشه و به شهادت همه کسانی که شما را میشناسن شما جز این در این سالهای بیرون از ایران راهی بر نداشتید. خیلی متشکرم از شما آقای شهید برای این همه تلاش و زحمتی که کشیدید. با سلام، ششمین و آخرین برنامه نام‌ها و یادها در حضور آقای عباس بختیاری، مدیر انجمن فرهنگ پویا، که گفتم ساعت‌ها و ساعت‌ها می‌شود پای سخنان ایشان نشست به چندین دلیل: فرهیختگی، خاطرات، یادها، نام‌ها، اون چه که برنامه امروز است. آقای بختیاری، می‌دونم نام‌ها و یادهای بسیاری رو فراموش کردیم در این برنامه، اما اگر بخوام یک نام رو بر زبان بیارم، خود فرهنگسرای پویاست، جایی که الان آمده ایم به سالونی که شما اغلب نشستاتون رو اینجا برگزار کردید. و شاید این سوال ارزش تکرار داشته باشه، در انجمن فرهنگسرای پویا شما چه تفکر و چه فرهنگی رو دنبال میکنید؟ خب اون چی که مسلمه اینه که اینجا به واسطه عدم وابستگیش به هر گونه اندیشه، ایدئولوژی و باور، یک خانه است
یک مکانی است، یک جایی است برای همه هنرمندان. اگر شما دقت کرده باشین اینجا از هنرمندان افریقایی ببینین گرفته هست تا عرب، تا رقصنده اسرائیلی، تا ایرانی، تا انگلیسی، امریکایی، یعنی اصلا هیچ مرزی برای این ما قائل نیستیم. ولی به ملیت ایرانی خیلی وفادارین. میخوام برگردم به موضوع چهارشنبه سوری که شما از روزی که یادمه هر سال برگزار کنندش هستید و حتی هزینه ای رو متقبل میشید. خب طبیعیه، ما نوستالژی داریم، ما یک منظر خاصی، نگاه خاصی به هویت ایرانی خودمون داریم. پشت ما قدمت هست، تاریخ هست، هویت هست و اون چیزی نیست که این 35 سال دیدیم، اون چیزی است که به هویت گذشته ما مربوط میشه. طبیعتاً ما وظیفه حراست و پاسداری از این ارزش‌ها رو داریم. چهارشنبه سوری یک آیین است که بسیار ایرانیه، یعنی ارزش ایرانیش خیلی بالاست و کوچکترین نام و نشان و اندکی چیز ازش یافت نمی‌کنی که مالی هویتی دیگه باشه. این رو میگویم برای اینکه بنیادهای دیگر به شب یلدا میپردازن، به جشن مهرگان میپردازن، ولی تا اونجایی که حافظه به من گفته است شما استثناء این در مورد چهارشنبه سوری. خواهش میکنم. من اولا خب آقای شاید ما با تمام توانمندی که جامعه 4 میلیونی تبیدی و آواره و غیر آواره ایرانی داره، نمیدونم چرا من همیشه جهنبند و ارزیابیم در نهایت اینه که ما ایرانی‌ها تو غربت انسان‌های بی کسی هستیم، یعنی پشتمون هیچ دیواری نیست، خودمون باید یار و یاور هم دیگه باشیم. من خیلی لذت میبرم وقتی میبینم که هر سال 800 700 هزار نفر ایرانی با کودکانشون میان و فکر میکنم که نه، چیزی نمرده. هویت ها هر کجای این جهان هستی باشی، به وسیله همریشه‌های تو، هم فرهنگی‌های تو داره حفظ میشه، داره ازش مراقبت میشه. ما اینجای مرکز فرهنگی هستیم. اولا میدونین که برگزاری چنین برنامه کار ساده نیست، یعنی بله. از مجوز پلیس بگیرید تا شهرداری تا اجراش بله، امنیتش بله. بسیار بسیار مسائلی هست که یک انرژی بسیار زیادی رو از ما میگیره. ولی انرژی هم میگیرین خودتون. ولی بله طبیعتا واقعا همینطوره. یعنی اگر برای این اصل باور داشته باشیم که انسانایی که انرژی مثبت میدن انرژی مثبت هم میاد سراغشون و همینطور برعکسش، دیدین هی دستن انرژی منفی میدن، هی به آسیب میخورن و نمیدونن این از کجاست. ولی نتونستن آتش چهارشنبه سوری رو خاموش کنن. بله حتی در پاریس رو میگم بله اینجا دو پهلو صحبت نکردن. بله همه ساله هم شاید همه ساله من هی خوشحالیم بیشتر میشه، برای اینکه احساس میکنم یک بخش ناچیز و اندکی از اون 80 میلیون به عنوان خانواده من، به عنوان انسان حق دارم منم لذت ببرم. میگم من خانواده هم کنارم هستن، حتی خیلی از این آدم هایی که میان من نمیشناسم. بعد یک چیزی که باز بسیار خوشحال کننده است اینه که این ایرانی هایی که اینجا بودن، یک بخششون اون تلاشی رو که برای پردازش، برای ارزش گذاری به هویتشون داشتن خیلی ملموسه. یعنی با فرانسوی‌های میان که بله. هم فارسی صحبت میکنن، اگرم فارسیشون خوب نباشه بالاخره از این آتیش میپرن، بچه‌هاشون رو میارن، همسایه‌های میگن که چیه، چون یک سیما، یک تصویر و یک پیشینه منفی از ما ایرانی‌ها در گذشته داشتن به واسطه عملکردهای غلطی که حکومتمون تو خارج داشته. ما این تلاش رو می‌خوام بکنیم که بگیم آقا نه، ما موسیقی داریم، ما رقص داریم، ما هویت داریم، ما فرهنگ داریم، ما سینما داریم، ما آیین داریم، مهمتر از هر چیز ریشه‌های ماست. اینه که این هم رنگ‌های متنوعی که روز چهارشنبه روی این کانال قدیمی سن مرتن هست دقیقاً. یک انرژی مثبتی رو میاره و بانک نوروز، در واقع نوروز رو بانک می‌زنیم ما دقیقاً. فریاد می‌زنیم و می‌گیم هویت ماست. حالا سوال دیگری که داشتم که در واقع سوال نیست بلکه یک تجدید گفته‌ها و نتیجه‌گیری است برای زحماتی که شما می‌کشید در ارتباط وقتی که نویسنده کتاب سیانور بودید. صدها هزار جوان 18 ساله داریم که در مرحله دیگری از آغاز زندگی، دانشگاهی، شغل،
هر آنچه که اسمش رو بگذاریم. عاشق منافع ملی ایرانشان هستند اما نمیدونن چه کار باید بکنن. شما چه توصیه‌ای برای اونا دارید؟ به عنوان کسی که کتاب سیار نور رو نوشت، نه مدیر انجمن فرهنگی پویا. شاید بگم یکی از عوامل یا یکی از دلایلی که در نوشتن این اثر روی من تأثیر گذار بوده اینه که نسل هایی که بعد از من آمدن بعضن توشون یک کینه و نفرتی نسبت به نسل ما هست. عجب؟ بله، نسل های بعدی که آمدن فکر میکنن ما مسبب و باسبانی این با شما ممکنه ولی با من که نباید داشته باشن. روزگار سیاهی است که ما به وجود آوردیم، در صورت که ما میگیم نه، این یه بخشی از هویت ما، یه بخشی از تجربه ماست. ما متناسب با فهم خودمون، درک خودمون، بضاعت خودمون آمدیم، با یک نظامی درگیر شدیم تا بتونیم یک تعادل، یک توازن و یک در واقع سعادتی رو برای ملتمون بیاریم. چون ما درسته الان فقر و به اصطلاح نابرابری بیداد میکنه، ولی نباید از نظر دور بذاریم. افراط و تفریط آقای شهید چیز خوبی نیست که بیان بگیم آقا مقایسه کنیم، بگیم که مثلا خاندان پهلوی بود و عالی بود، هیچ ایراد نداشت. کاملا کاملا. این یعنی یه مقدار یخ امروز رو میگم. امروز چه بکنیم؟ امروز چه بکنیم؟ همین عرض من اینه. من فکر کنم که نسل امروز ذهنش آموخته شده با تجدد و مدرنیسم و این از لحاظی از جهاتی بسیار بسیار مثبته، چون با تمدن و تجدد این ذهن آشنا میشه. ولی از یاد نبریم یه چیزی که خیلی داره آسیب پذیری رو بالا میبره توی فرهنگ نسل جوان، مطالعه نیست. آقای شاهد، یعنی بزرگترین نویسنده ما 3000 نسخه کتاب در میاره در ایران، با چه مصیبتی، و بعد اینو مجبور نصف بیشترش خودش هدیه بده دوستاش. این شما میده که کتابخانی توی جامعه ما خیلی پایینه. خب یک پدر، یه مادر توی خانواده امروز علارغم میلی که برای بالا بردن شعور فرزندش داره، به خاطر سه شغلی بودن، به خاطر گرفتاری ها، به خاطر مشکلات روحی روانی، نمیتونه به تربیت این فرزند برسه. این یک نکته مهم. فکر میکنید ثروت و یا فقر در تربیت فرهنگی آدم ها اثر داشته باشه؟ بی تردید به خاطر یک مسئله بسیار. شما گفتید در ظلم‌آباد متولد شدید ولی امروز اینجا هستید. ولی آقای شاهد، پدر من سه شغله نبود. پدر من یه شغل داشت، یک معلمی که بسیار با تربیته و منظمه، میره صبح سر کلاسش، وقتی بعد از ظهر میاد داد میزنه، هندونه، نمیدونم شلغم، نمیدونم. این اصلا میشه یا میشینه پشت ماشین، مجبوره برای اینکه این مسافری رو یک جا ببره به هزار تزویر و ریا روی بیاره، بخاطر که شکم زن بچهش رو سیر بکنه. و من نمیتونم تصویر بکنم، تصور بکنم این توی خونه شب با چه شخصیتی با زنش حرف میزنه، با فرزندش با چه شخصیتی. بچه ها رها شدن. یک فیلمی رو به توصیه آقای کیارستمی من دیدم که آقای فرهاد صبا دوربین کار گذاشته سردر بازار تهران، 3 ساعت فیلمه، هیچ کاری هم نکرده و رفته 3 ساعت فیلم رو اینا ضبط کردن. آقای شاید حالتون بد میشه، آدم ها فردی میان نگاه میکنن، رد بشن، دارن با خودشون حرف میزنن. یعنی اینقدر میزان فشارهای اجتماعی بالاست که دکتر نوربالا که معاون وزارت درمان و بهداشت، رئیس انجمن پزشکان، تو مشهد تو یک نشست سالانه اعلام میکنه که تو کشور ما 25 میلیون ایرانی با مشکلات روحی روانی مواجه هستن. این یعنی این که از هر خانواده 5 نفره 2 نفرشون مشکل روحی روانی دارن. وقتی 2 نفر آدم روانی توی خانواده 5 نفری هست، بقیه هم بیمارن. چطور این پدر و مادر میتونن به سرنوشت بچه‌شون برسن؟ ما حالا اون معلمی، اون انتلیکتویلی، اون روشنفکری یا اون فهمیدهی که باید خوراک جامعه باشه، یعنی بذر فرهنگ تو جامعه بپاشه، این اصلا درگیر زندگی خودشه. درست، ولی باز تکرار سوال من بره. وقتی که بیماری رو تشخیص دادید، درمان ما در کدام داروخانه است؟ من فکر میکنم مسئله فرهنگ
این نکته بسیار کلیدی و اساسی است. آقای شاهد، به من اجازه بدین از دوربینتون استفاده بکنم. خواهش می‌کنم. و بگم که اینقدر هینگیم فقط ما ایرانی ها هویت داریم. تمام هویت ایرانی ما اون چیزیست که هستیم، نه اون چیزیست که بودیم. الان تمامیت خواهی و خودخواهی منیت توی ما ایرانی ها بیداد میکنه. شما سرنوشت اپوزیسیون هر کشوری بالاخره باید تغییر تحولی توش ایجاد میشه، باید یک بدیل، یک آلترناتیوی، یک هویت دموکراتیکی داشته باشه. شما ببینید وضعیت اپوزیسیون ما چطوریست، شما ببینین چه قهری توی این جهان هستی هست. حتی توی فروشگاه میری به فهمی ایرانی راحتو کج میکنی. این همون کم فهمی است، این همون بی‌بضاعتیه که من عرض کردم. یعنی ما باید بریم رو فرهنگ خودمون کار بکنیم. ما مشکل کلیدی داریم، ما مشکل اساسی داریم. ما شدیم یه ملتی که بد تربیت شدیم. آقای شاهد، ببینین چقدر دروغ تو جامعه زیاد شده، ببینین چقدر تزویر و ریا فراوان شده. شما ببینین عاطفه، مهر، عشق جز لاینفکی از حیات ما ایرانی ها بوده. الان شما خانواده شما باید صحبت میکنن، احوالتو میپرسن، ولی از این نیم ساعت صحبت حتما شما 25 دقیقه احوال پرسی 25 دقیقه باید درد اینا رو بشنوی و اینا نیاز دارن به شما. ما همش پر نیازیم ولی به این نیازهای همدیگه پاسخ نمیدیم. خنده، مهر، عشق، عاطفه، دوستی، همدیگر رو دیدن و احترام گذاشتن به همدیگه مجانی است. ما از این فاصله داریم، از این امر. شما ببینین همین سفر روحانی چقدر ما نیروی اپوزیسیون داشتیم، هر کدومش رفتن یه گوشه کار کردن. یعنی چی؟ من نمیتونم بفهمم. شما سر یک چیز با هم اشتراک مشکل بود، برای اینکه در آن واحد باید به چند جا شما اشتراک نظر دارین روی چیز. آقا بی حقوقی تو اون جامعه است، مسئله حقوق بشر که این مسئله بسیار حیاتی است. زیر قانون میگن حقوق بشرهای ما و نه بشرهای شما. دقیقاً همین. ما حالا سر یه چیز با هم اشتراک نظر داریم، داریم به جهان بعد فشار بیاریم. آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، ما که نمیتونیم جلوتو بگیریم، ما تا هم که نمیتونیم، نمیخوام جهان مسلحانه بجنگیم، ولی بیا به انسان ایرانی ارزش بذار. اونجا آماری که میدن 5 نفر در شب حلق‌آویز میشه. اونجا تنفروشی رسیده به 12 سال. چیه این بچه، این دختر چیه؟ میفهمم. متاسفانه وقت من واقعا شما رو سال هاست میشناسم. وقتی میخونی اخبارو شما حالت بد میشه. بچه توی روستای ایران، برید آب مردم خوزستان رو شما نگاه بکنید، آب آشامیدنی رو توی لیوان میگیرن. بله. شما عشق تو چشما جمع میشه. بله. آخه بیماری رو شما دارین، این همه ثروت، این همه پول تو اون کشور هست، ولی افتاده تو دست یک اقلیت ناچیزی که من اصلا دیگه فراتر از این میخوام برم، اصلا توهین نمیخوام بهشون بکنم. اونام انسانن، یک جایی باید فکر کنن آقا این ایرانیه، این دختری که خودفروشی میکنه. آقای شاهد، به خاطر دارین ما اگر یک زن تو خیابون دو تا ساک دستش بود در گذشته کمکش میاریم، میگفتیم عمه، خاله، مادر، خالت کجاست؟ اصلا نمیدونستیم این کیه، ولی پشتش میرفتیم. یک اتوبوس بلند میشدیم که بنشینن، جامونو میدادیم، مکانمونو میدادیم. آقا اینو از ما گرفتن. یک بخشش هم این دوتا کتابیست که ما میخونیم، دوتا کتاب میخونیم، چهار تا چون وقت واقعا تمومه. بگیم شیش بار میرم روی صحنه، من گفتم از دوربینتون استفاده کنم. نباید که هویتمون رو گم بکنیم. ما هیچ چاره‌ای نداریم، مخصوصا اینکه شما شاهد بودین در یک سالی که گذشت در پاریس و در غربت بسیاری از میان ما رفتن. ما مسافریم، به هم مهر بدیم، به هم عشق بکنیم و این چند سبایی که هستیم بذاریم این نسل جوانی که شما سوالتون این بود، بذاریم این نسل جوان رو در کنارش باشیم. شما تظاهرات میذاریم، این همه جمعیت میاد تو هر گروهی، به من بگین دوربین شما هست، بهترین سند رو یوتیوب میتونه همه برام. این نسل کیه؟ من الان خودم فرزند دارم، این خب دختر من نیاز به شعور داره، به معرفت داره،
به آگاهی و دانش داره. اینو کی باید بهش بده؟ دستی از غیب که نمیاد. او که تو جامعه فرانسه داره زندگی میکنه، اون بخشی از هویتش مال اینجاست که بهش میدن. اینقدر آزادی هست اینجا، اینقدر دموکراسی هست و اینقدر امکانات وجود داره. میمونه این نسلی که این وسط ایستاده، یعنی یه بخشش هویت گذشته است که ماها با خودمون آوردیم و یه جا رهاش کردیم. اینو ما باید بهش سعی کنیم با تجربه‌ای که داریم تفهیم کنیم، بهش دیکته کنیم، بهش منتقل بکنیم که ابزار بزرگ تو برای ساختن آینده فرهنگه. باید بره بدون حافظ کیست، مولانا کیست، باید بدون عصرها و ادوار مختلفی که ما با بزرگان داشتیم اینا کجاست. برای ما شناخته شده است بخش زیادیش، ولی فردا اینا گم میشه و او یک هویتی دیگه پیدا میکنه که دیگه هویت ایرانی نیست. با اون چه که گفتید، شما هم نامی شدید در نامها و یادها. لطف دارید.